26مین روز مرداد ماه برابر با 17 اوت، سال 1229 خورشیدی برابر با 1850 میلادی، در گذشت اونور دو بالزاک، نویسنده و داستان سرای بزرگ فرانسوی. اونور دو بالزاک نویسنده برجسته فرانسوی در شهر تور فرانسه به دنیا آمد. وی در آغاز نوجوانی همراه خانوادهش به پاریس رفت و تحصیلاتش را در رشته حقوق ادامه داد و پس از پایان تحصیل به کارآموزی وکالت پرداخت، ولی عدم علاقه وی به وکالت باعث ترک این شغل شد و بر اثر علاقمندی به ادبیات وارد عرصه نویسندگی گردید. وی در مدت کوتاهی با کمال جدیت به پدیدآوری آثار مختلف همت ورزید و 50 رمان نوشت که سوژه بیشتر آنها تاریخی است. بالزاک در برخی آثارش بیان که مدعی بنیانگذاری مکتب تازه‌ای در ادبیات باشد، پایه‌های مکتب رئالیسم را که طریقه نشان دادن حقایق امور اعم از زیبایی و زشتی‌های آنها در مقابل ایدئالیسم که خیال پرستی است استوار ساخت و راه تازه‌ای در رمان نویسی گشود، به طوری که خط سیر نویسندگی را در قرن 19 تغییر داد. بالزاک معتقد بود که در نوشته‌های رمانتیک همه ترکیبات ممکن پایان یافته و همه اشکال آن کهنه گردیده است. در نظر او نویسنده باید مورخ عادات و اخلاق مردم و اجتماع خیش باشد. سال 1256 خورشیدی برابر با 1877 میلادی، کشف دومین قمر مریخ با نام دیموس توسط آزاف هال آمریکایی. قمر مریخ دیموس با وسعتی برابر 15 کیلومتر، علاوه بر اینکه کوچکترین قمر سیاره مریخ به شمار می رود، عنوان کوچکترین قمر منظومه خورشیدی را نیز به خود اختصاص داده است. سیاره مریخ دارای دو قمر کوچک به نامهای فوبوس و دیموس است. قمر مریخی دیموس توسط اخترشناس آمریکایی به نام هال کشف شد. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، کشته شدن ژنرال محمد ضیاءالحق رئیس جمهور پیشین پاکستان. ژنرال محمد ضیاءالحق رئیس جمهور سابق پاکستان از جوانی وارد نظام شد و بخش اعظم عمر خود را در ارتش گذراند. ضیاءالحق در پی یک کودتای نظامی علیه حکومت ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر وقت پاکستان زمام امور را بر عهده گرفت و پس از به دست گرفتن قدرت ذوالفقار علی بوتو را علارغم درخواست‌های بین المللی به جوخه اعدام سپرد. اکثر احزاب پاکستان را منحل نمود و فعالیت‌های سیاسی را ممنوع کرد. ضیاءالحق با به دست گرفتن قدرت مطلقه در پاکستان این کشور را به سمت بلوک غرب سوق داد و هرچند هنگام کودتا وعده داده بود که ظرف 3 ماه با انجام انتخابات آزاد حکومت را به دولت منتخب پارلمان تفویض خواهد کرد، ولی بیش از 11 سال با کمال قدرت بر پاکستان حکومت کرد. او دارای مخالفان فراوانی در داخل کشور بود که بی نظیر بوتو دختر ذوالفقار علی بوتو از مهمترین آنها بود. ژنرال ضیاءالحق سرانجام در راه بازگشت از ایالت پنجاب به اسلام آباد دچار سانحه هوایی گردید و به اتفاق 29 نفر از همراهانش در 64 سالگی کشته شد.